درود بر شما همراهان خوب کانال پارسی تیوی متاسفانه با انتشار اسناد وحشتناکی از نحوه دستگیری و تجاوز و کشته شدن نیکاشا کرمی واکنش های گسترده ای در فضای مجازی به راه افتاد که در ادامه به اونها پرداختیم با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. افشای جزئیات تکان دهنده از قتل نیکاشا کرمی و تجاوز به اون توسط اعضای سپاه بی بی سی جهانی با انتشار گزارشی اختصاصی و افشای ا... بی, بی سی جهانی با انتشار گزارشی اختصاصی و افشای اسنادی محرمانه درباره شکنجه و آزار جنسی نیکاشا کرمی و قتل اون توسط سه عنصر حزب سپاه پاسداران نوشت یک سند محرمانه میگوید که نیکاشا کرمی نوجوان 16 ساله توسط سه معمور سپاه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و کشته شد جسد او نه روز بعد پیدا شد حکومت ادعا کرد که او خودکشی کرده در این گزارش بسیار محرمانه خلاصه ای از جلسه استماع پرونده نیکا توسط سپاه پاسداران و نیروی امنیتی جمهوری اسلامی و شامل اسامی قاتلان اون و فرماندهان ارشدی که سعی کردند حقیقت رو پنهان کنند این گزارش حاوی جزئیات بسیار ناراحت کننده ای از وقایع رخ داده در پشت یک ون مخفیه که متعلق به شرکت میهن بوده خاله نیکا قبلا گفته بود که اون شب اون با یکی از دوستاش تماس گرفته بود و گفته بود که توسط نیروهای امنیتی تعقیب شده. تقریبا یک ساعت بعد اون رو بازداشت کردند و در خودروی تیم که یک ون فریزردار بدون علامت بوده سوار کردند. نیکا با سه عضو تیم دوازده آرش کلهور، صادق منجزی و بهروز صادقی در قسمت عقب بوده. سرپرست اون تیم مرتضی جلیل با راننده بوده. در این گزارش اومده که ماموران سپاه سعی کردن جایی برای خوردن اون پیدا کنن نیکا مدام فوش میداده و شعار میداده اون فریاد میزده معموران یک کمپ موقت پلیس در اون نزدیکی رو امتحان کردند اما به دلیل شلوغ بودن نیکا رو اونجا نبردن بنابراین اونها به جستجو برای پیدا کردن بازداشتگاه ادامه دادن در این گزارش اومده مرتزا جلیل بار دیگر برای مشاوره با ستاد فرماندهی سپاه تماس گرفته به اون گفتند که به زندان اوین تهران برود در مسیر اون گفت که صداهایی رو از پشت سرش میشنید که از محفظه تاریک عقب وانت بهروز صادقی گفته نیکا به محض اینکه توسط بازداشتگاه پذیرفته نشد، اون رو به داخل ون برگردوندن. اون شروع به فحاشی کرد و فریاد میزد. صادقی گفته که آرش کلهور با جورابهاش دهان نیکا رو بسته بود، اما اون شروع به تقلا کرد. سپس صادقی و منجزی اون رو, رو روی فریزر گذاشتن و روی اون نشستند و اوضاع آروم شد. آرش کلهور جزئیات دلخراش بیشتری رو ارائه داده. اون گفته تاریک بود. برای مدت کوتاهی چراغ قوه تلفنم رو روشن کرد. مردم و صادق منجزی رو دیدم که دستش رو داخل شلوار نیکا کرده مرتزا جلیل از داخل کابین وانت به راننده دستور داد که خودرو رو متوقف کنند در عقب رو باز کرد و جسد بیجان نیکا رو کشف کرد اون به عنوان سرپرست تیم اعتراف کرد که تلاشی برای کشف اون چیزی که اتفاق افتاده نکرده اون گفته که من فقط به این فکر میکردم که اون رو چجوری منتقل کنیم که هیچ کسی سوالی نپرسه فقط پرسیدم نفس میکشه که گفتن نه مرده جلیل برای بار سوم با مقر سپاه تماس گرفت اون با یک افسر ارشد صحبت کرد و اونها گفتن ما قبلا در ایستگاه های خودمون کشته داشتیم و نمیخوایم که این تعداد بیشتر بشه و اووردنش به پایگاه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه اون به جلیل گفته که اون رو توی یه خیابونی بندازید جلیل گفته جسد نیکا رو در خیابونی آرام زیر بزرگراه یادگار امام رها کردن. در این گزارش اومده که سه باتوم و سه شوکر استفاده شده مشخص نیست کدوم یکی از این ضربات کشنده بوده که البته بعد از انتشار خبر فوت نیکا در تلویزیون جمهوری اسلامی سعی کردند که مرگ اون رو خودکشی جلوه بدن در ادامه به تعدادی از واکنش ها در فضای مجازی نسبت به این خبر تلخ پرداختیم. سینا ولی الله با انتشار این خبر نوشت یک مشت راهزن و جانی در لباس نیروهای برقراری امنیت. حمید فرخ نژاد نوشت سند پاکدامنی سربازان حضرت آقا سامر رجبی نوشت قوانین اسلام کثیف محمدی رو اجرا کردن. مرگ بر اسلام مرگ بر جمهوری اسلامی محناز افشار نوشت چرا نمی میرین از این همه رزالت چرا در این همه ظلمی که میکنید خفه نمیشین تناز خامه نوشت نیکای زیبا و شجاع ما امیدوارم روزهای بهتری برای دختران ایران در راه باشه در چنین روزی برای مادر خواهر خاله و نزدیکانت فقط آرزوی صبر دارم احسان کرمی نوشت خون و مظلومیت طوفان خشم می شود و چنان تسمه از گرده قاتلان منحوست می کشد که آینه عبرت تاریخ شود. هیچ کس رپر معترض ایرانی با هشتک ایران اشغالی و مرگ بر جمهوری اسلامی نوشت نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی قبل از قتل نیکا شاکرمی بهش تعرض جنسی کرده بودند این وحوش تروریست اشغالگر سالهاست که به طور سیستماتیک زنان و مردان ایران رو مورد تعرض جنسی قرار میدن و ازش به عنوان یک سلاح علیه ملت ایران استفاده میکنن ما به معنای کلمه با یک نیروی اشغالگر طرف هستیم شاهین نجفی نوشت ما با جانوران بیرحم طرفیم هیچ راهی جز برانگیختن اون خشم همگانی و انتقام از این پس فترت ها نیست ببینید مزدوران خامنهی حقیر با نیکا شاکرمی چه کردند شاهو فلاحی مجری شبکه منوتو نوشت نفرین به آین شما نفرین به جمهوری اسلامی تک تک شما که یا با این نظام کسافتید قبل از مرگتان باید تمام دردی که به ملت و مردم دادید رو اول تجربه کنید عباس غزالی نوشت دوباره قلبم آتیش گرفت. استوری خانم یاسمین پهلوی. خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی هم نوشت فرزندانم امروز گزارش قتل دختر جوانم نیکا شاکرمی رو دیدم اشک چشمانم خشک نمی شود و جگرم شرح, شرح شرح شده است انگار یک بار دیگر ستار و محمدم رو جلوی چشمانم کشتند دستان این رژیم به خون نیکا و سایر فرزندانم آلوده است صدای فریادهای مادران خاوران مادران پارک لاله مادران جنبش 88 مادران دادخواه دی 96 آبان 98 هنوز بلند است حالا آفتاب آمد دلیل آفتاب سند جنایت و دروغگویی جمهوری اسلامی را همه دنیا میبینند همانطور که قبلا گفتم تنها راه سعادت ملت ایران و دادخواهی عادلانه سقوط جمهوری اسلامی و برگزاری دادگاه برای تک تک این جنایتکاران است فرزندم نیکا قربانی خشونت این حزب اللهی ها و پاسداران شد حالا میدانیم که نیکا در آخرین لحظات زندگی کوتاهش چگونه در برابر تعرض اینها مقاومت کرده و تا آخر علیه رژیم خونخوار شعار داده است نیکا نماد ایستادگی نسل جوان ماست او شهید راه آزادی زنان ایران از چنگال مرتجعین است یاد فرزندم نیکا را گرامی میدارم و از شما زنان و مردان ایرانی میخواهم به هر شیوه ای که میدانید از اعتصاب گرفته تا شیبه های اعتراضی دیگر خواب این رژیم را به کابوس تبدیل کنید دعا می کنم این حکومت غیرانسانی به دست شما مردم ایران ساقط شود پاینده مردم ایران شاهزاده رضا پهلوی هم نوشتن مرتکبان جنایت علیه نیکا شاکرمی و مسئول اصلی آن علی خامنه ای به دست عدالت سپرده خواهند شد در کنار مادر گرامی نیکا و خواهر شجاعش که با وجود همه تهدیدها و فشارها مبارزه او برای آزادی رو ادامه دادند هستیم و بار دیگر از همه مردم ایران به ویژه مردان سرزمینم میخواهم که امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار خواهران و مادران و دختران و همسران و همه زنان ایران بایستید و از آنان دفاع کنید آنکه در این تجاوز سازمان یافته زنان ایرانی را میآزارد دشمن است دشمن شما و دشمن ایران دفاع از زنان میهنمان یک وظیفه انسانی و ملی است در این مسیر آنها که به دفاع از زنان ایران برمیخیزند پا جای پای سلسله بلندی از جاویدنامان در درازنای تاریخ پرشکوهمان میگذارند دلاورانی که در برابر متجاوزان ایستادند گارد جاویدان ایران بودند تا خاک و نام ایران جاودان بماند آتش شاکرمی خاله نیکا هم نوشته روله دردت به جونم. خانم سیما ثابت نوشت معموران سپاه چگونه نیکا شاکرمی رو به قتل رسوندند. بی سی جهانی در گزارشی جزئیات قتل نیکا شاکرمی به دست معموران سرکوب جمهوری اسلامی رو فاش کرد. معموران به نیکا به عنوان سردسته مشکوک میشوند. سعی می کنند دستگیرش کنند و او دفعه اول فرار می دفعه دوم حدود یک ساعت بعد دستگیرش می کنند و با سه معمور به داخل یک ون فریزردار منتقلش می کنند. دو بازداشتگاه اول از پذیرشش سر باز میزنند. اولی بوده و دومی که 14 زن بازداشتی در اون نگهداری میشدن نگران بوده که شعارها و فریادهای نیکا دیگران رو تحریک کنه مرتزا جلیل سر تیم گروه چهار نفره دستور میده نیکا رو به اوین منتقل کنن در راه یکی از معموران به نام آرش کلهور روی نیکا که فریاد میزنه میشینه و با جورابش دهن اون رو میبنده تعرض جنسی به نیکا باعث فریاد و فحاشی اون میشه و سه معمور با باتوم نیکا رو میزنن جلیل بعد از شنیدن صدای درگیری در عقب ون ماشین رو نگه می میداره و میبینه سر و صورت نیکا غرق خونه و نفس نمیکشه از نعیم 16 در قرارگاه سپاه تعیین تکلیف میکند و قرار میشود پیکرش رو در خیابون رها کنند خانواده نیکا بیشتر از یک هفته بعد اون رو در سردخونه شناسایی میکنند افرادی که در دستگیری و قتل نیکا نقش داشتند مرتزا جلیل سرتیم آرش کلهر صادق منجزی بهروز صادقی بودند نعیم 16 بعدا توسط یکی از نیروهای سپاه که با بی, بی سی جهانی همکاری کرد شناسایی شده نامش محمد زمان. زمانیه استوری برزو ارجمند استوری محمد صادقی استوری فرانک سلیمانی که نوشته آخ نیکا استوری محشید حامدی مسیح علی نجات هم نوشته نیکا شاکرمی پیش از کشته شدن به دست قاتلانش در خودروی ون یخچالدار که برای رو بودن اون استفاده شده بود به شدت مقاومت می کرده و شعار میداد است یکی از قاتلان نیکا با جورابهایش دهان نیکا رو بسته سپس دیگری روی اون نشسته تا اوضاع آروم بشه اونها در ون اون رو مورد تعرض و آزار جنسی قرار دادند و سپس با باتوم انقدر به سر و صورتش زدن تا این نوجوان 16 ساله رو داخل همون ون کشتن سپس جسد او رو به دستور نعیم 16 با هویت سروان محمد زمانی در خیابانی خلوت در اتوبان یادگار امام رها کردند اینها بخشی از گزارش خیلی محرمانه سپاه پاسدارانه که بی بی سی جهانی به اسناد اون دسترسی پیدا کرده و امروز منتشر شده در این گزارش همچنین اومده که ماموران حکومتی نیکار و ایستاده بر روی سطل آشغال در نزدیکی پارک لاله در تهران مشاهده و در حالی که علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار میداده اون رو به عنوان رهبر اعتراضات شناسایی کردند و برای بازداشت اون در میان جمعیت اقدام میکنند اما نیکا از چنگال ماموران فرار کرده ولی یک ساعت بعد بازداشت شده و به داخل یک ون یخچالدار منتقل میشه در این گزارش نام مامورانی که این جنایت را انجام دادن آرش کلهور صادق منجزی و بهروز صادقی عنوان شده و مرتزا جلیل هم سرپرست اونها بوده نیکای عزیز ما را کفتاران خامنه ای این چنین کشتند حقیقت عیان خواهد شد و قاتلان و متجاوزان و جنایتکاران به سزای اعمالشان خواهند رسید نمی بخشیم و گوش پوریا زراعتی نوشت زبان بند میاد، اشک جاری میشه و خشم تمام وجودتون رو فرا میگیره. دختر ایران، قهرمان وطن، همسن و سالهات آماده تا سرزمین مادریت رو از دست قاتلان تو پس بگیرن و اونها رو به سزای اعمالشون برسونن. ساعت عدالت نزدیک است. استوری اشکان خطیبی، استوری آقای محمد عمرانی، استوری امید خلیلیان، آقای حسین رونقی هم نوشت شما جنایت کاری تقاس هر آنچه با مردم ایران کرده اید را پس می دهید آنچه از این روزها باقی می ماند شجاعت و مقاومت نیکا شاکرمی است که به تنهایی در مقابل شرارت و بزدلی شما ایستاد و سرخم نکرد نام او تا ابد در آسمان ایران خواهد درخشید از شما به ننگ و تباهی یاد خواهد شد آرزو علی زولفی مجری شبکه من و تو هم با هشتک مرگ بر خامنه ای جنایتکار و نیکا شاکرمی نوشت از صبح به نیکا شاکرمی فکر می کنم اگر من به جای او بودم چه می کردم چگونه یک نفر می تواند تا این حد شجاع باشد چگونه می شود تا آخرین لحظه عمر مبارز بود جمهوری ننگین و خونخوار اسلامی آزاده ترین جوانهای ما رو به قتل رسوند اون در استوری دیگه ای هم نوشت اون شیر و بستنی میهنی که دیگه خریدش برامون عادی شده احتمالا چند ساعت پیش همون جایی بوده که نیکا رو شکنجه میکردن. آقای مرتزا برجسته خواننده خوب ایرانی هم با انتشار ویدیویی از رقص نیکا نوشت نیکا دختر 16 ساله با تراوتی که تمام آرزوهایش را جلادان به مسلخ بردن مذهبیون با اختناق و وحشیگری آرزوها و امیدهای جوانان را سرکوب می تا راه بهشت خیالی رو به اونها نشون بدن توف بر شما و عقاید اصر حجریتان استوری آقای علی کریمی که با هشتگ نیکا شاکرمی دختران ایران زمین نوشت شماها مزدوران خامنه ای به دختران ایران تجاوز نکنید نمیخواد برای پهلوی شکسته و فرق شکافته و واقعی کربلا گریه کنید آتنا دائمی نوشت آخرین نفسهای نیکای 16 ساله و مقاومت کم نظیر او در چنان شرایط وحشتناکی بار دیگر اثبات کرد که چگونه از صدر تا زیل نیروهای جمهوری اسلامی خصوصا سپاه دستشان به خون مردم و به جنایت آلوده است. افشای حقیقت قتل نیکا شاکرمی که بخشی از جزئیات جمهوری اسلامی است و به ما یادآوری کرده است که فراموش نکنیم مردم ایران خصوصا زنان چگونه و در برابر چه موجودات پلیدی هر روز در حال مبارزه و استادگی هستند با وجود این همه اسنادی که منتشر شده است هنوز نمیدانیم چند نفر دیگر کشته شدند یا 19 نفری که فقط در یک روز و در یکی از پایگاه های سپاه کشته شدند چه کسانی بودند هنوز نمیدانیم همه این کسانی که از زندانیان سابق یا پزشک یا کادر درمان خبر خودکشیشان منتشر می شود آیا سرنوشتی چون نیکا داشتند اما یک چیز مشخص است که جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف در قتل و مرگ شهروندان نقش دارد قاتل هنوز در قدرت و شاید بارها با هر کدام از آنها در اماکن عمومی مواجه شده ایم. آنها هر جنایتی را مرتکب می شوند و حتما خیالشان راحت است که تا وقتی جمهوری اسلامی هست سرکوب می کنند و می کشند و تجاوز می کنند و به ترفیع درجه می رسند و چنانچه جمهوری اسلامی نباشد بخشیده می شوند و به کار برمیگردند اما نه ما نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم. شاهینلو نوشت در تاریخ خواهند نوشت دختران سرزمین ایران را مردانی کشتند که برای شکستن پهلوی یک زن خیالی در 1400 سال قبل به سر و سینه میکوبیدند. حامد اسماعیلیون نوشت نیکای عزیز نه بخششی در کار و نه فراموشی قاتلین بیرحم و جنایتکار تو مجازات خواهند شد. بهمن قبادی کارگردان ایرانی نوشت ژینایی یا محسایی دیگر و سکوت ما یعنی اشغالگران سرزمینمان میتوانند هر بلایی بر سر دختران ایران زمین بیاورند نیکای عزیز راحت ادامه دارد به خونت سوگند حقت را از این جنایتکاران خواهیم گرفت استوری سپیده رشنو استوری ویشگاه آسایش استوری معایده تهماسبی استوری محمد محبیان با هشتک مرگ بر خامنه ای. استوری حمید طالبزاده استوری خانم نوشافرین که نوشته تاریخ این چشمها، این زیبایی و این شجاعت را از یاد نخواهد برد. یک انقلاب طلب دختر. استوری سارا سید استوری دیگه ای از آقای علی کریمی استوری شبنم فرشادجو که نوشته ماشین یخچالدار میهن، حمل بستنی یا شکنجگاه و قصدگاه معترزین. حسین پور کریمی هم نوشت داغی که داغتر شد. شیوا تاهری نوشت این بچه گم نشده لازم نیست کسی دنبالش بگرده تا خانواده ای رو از نگرانی در بیاره این بچه داغ شده چسبیده وسط قلب همه خانواده ها آخ آخ نیکای کوچولو خاک بر سرمون استوری خانم لیلا فروهر استوری سعید شایسته که نوشته نمی بخشیم نه فراموش میکنیم متحدتر از همیشه استوری دیبا زاهدی با هشتک نیکا شاکرمی مرسی که تا پایان این ویدیو هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.